سلام و درود بر شما خانم حسینی‌زاده و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. پس از واقعه تلخ سقوط پرواز شماره PS752 به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران در 18 دی ماه سال 98 و در گذشت 176 نفر از سرنشینان این هواپیما، رسیدگی قضایی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت زادی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران آغاز گردید و سرانجام چند روز پیش رأی پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود 3 سال بررسی‌های همه جانبه و برگزاری 20 جلسه دادگاه صادر شد و متهم ردیف اول به 13 سال حبس محکوم شد. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه بررسی این پرونده یکی از مهمترین، حساسترین و پیچیده‌ترین فرایندهای قضایی چند سال اخیر در کشور بوده، در برنامه امشب قصد داریم جزئیات رأی این پرونده رو به اتفاق مهمان برنامه مورد بررسی قرار بدیم. در استودیو در خدمت آقای علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران هستیم. آقای افتخاری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید تئاتر قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. حضور مردم شریف، مؤمن و عدالت خواه ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. از خداوند متعال آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو از درگاهی زد منان متعال خواهانم. حدود آقای دکتر اگر اجازه بدید من با بینندگان عزیز شبکه یک ضمن تشکر خداحافظی کنم، دعوت کنم که این گفتگو رو با ما در شبکه خبر همراهی کنید. خب آقای افتخاری، یکی از سوالات مطرح درباره این پرونده در خصوص مدت زمان رسیدگی به اونه. خب خیلی ها نسبت به اون مدت زمان 3 ساله انتقاد داشتن. به نظر شما این مدت زمان 3 ساله زمان زیادی نبود؟ البته این رو خواهش دارم خیلی کوتاه روندی که طی شده رو، یه کلیاتی از روند طی شده پرونده برای بینندگان بفرمایید به صورت خلاصه و اینکه به این نتیجه برسیم که چرا 3 سال طول کشید. بله، خب همونطوری که از اتالی اشاره فرمودید، این پرونده واقعاً ابعاد پیچیده و متعدد فنی داشت که لازم بود تحقیقات این پرونده به صورت ویژه در دستور کار سازمان قضایی قرار بگیره. ما یکی از به محضی که پرونده به سازمان قضایی ارجاع شد، به لحاظ وظیفه ذاتی که ما بر عهده داشتیم، یکی از بهترین بازپرسان سازمان قضایی رو در دادستانی مأمور رسیدگی به این پرونده کردیم و به هر حال از همون ابتداء شروع به انجام تحقیقات لازم بود که بازپرس از نزدیک در محل حاضر بشه و این تحقیقات رو به هر حال خودش انجام بده. به همین خاطر ما یک اکیپی از بهترین ضابطین خودمون تشکیل دادیم و فروز مختلف رو بررسی کردیم، هیئت‌های متعدد کارشناسی تشکیل دادیم. خود این هیئت‌های کارشناسی به هر حال برای اینکه فرایند این موضوع رو بهش رسیدگی کنن می‌طلبید که یک وقت موسعی رو داشته باشن و همین دلایل به هر حال این پرونده تحقیقاتش طول کشید. یعنی می‌فرمایید با توجه به دقتی که باید در ارتباط با این پرونده انجام می‌شد اینقدر طول کشید؟ بله دیگه. بسیار خب، یه نکته‌ای که الان باز شاید مد نظر باشه، افرادی که توی این پرونده مورد دادرسی قرار گرفتن، تو چه سطحی این دادرسی‌ها انجام شد توی مسئولان؟ خب ما در حال حاضر همونطوری که در رأی شما ملاحظه می‌فرمایید، پرونده 10 متهم داره. سطوحی که این متهمان هستند از رده فرماندهی هست تا به هر حال کاربری که در پشت این سامانه قرار می گرفته و اگر
اجازه بفرمایید من لیست متهمین رو با سمت‌هاشون دارم، میتونم اینجا قرائت کنم. بله. دو تا از متهمان فرمانده بودن، فرمانده پدافند هوایی منطقه تهران و فرمانده دیگه فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه بوده و بقیه هم باز هم به همین ترتیب فرمانده مرکز عملیات پدافند هوایی منطقه تهران SOC، افسر شیفت مرکز کنترل عملیات منطقه SOC، فرمانده پایگاه پنجم سامانه و همچنین متهم ردیف اول که خودش فرمانده خود سامانه بوده. درجه این متهمین از درجه سرتیپ دوی بوده، سرتیپ دوی پاسدار بوده، سرهنگ ستاد بوده، سرگرد آجا بوده، سرگرد پاسدار بوده، سروان پاسدار بوده، ستوان یک پاسدار بوده، ستوان سه پاسدار بوده و ستوان یک پاسدار و سروان پاسدار. بسیار خب، الان یه نکته‌ای که رو بحث خود رأی وجود داره در خصوص میزان مجازات مقصران حادثه است. حالا برخی از کاربران توی فضای مجازی توی رسانه‌ها مطرح می‌کردن که بین به هر حال اون جرم و مجازات تناسبی وجود نداره و رأی صادره رو یک رأی ضعیف قلمداد کردن. برای بینندگان بفرمایید آیا این قیاس‌ها اصلا مبنای حقوقی داره و نظرتون در ارتباط با انتقاد مطرح شده چیه؟ بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، اتهاماتی که به این افراد تفهیم شده به این ترتیبه: متهم ردیف اول مباشرت در قتل شبه عمد بوده. ما در مباشرت قتل شبه عمد حد اکثر مجازاتی که میتونیم به متهم به عنوان مجرم در نظر بگیریم 3 سال حبسه و ما این رو حد اکثر مجازات رو برای این فرد در نظر گرفتیم. اتهام دیگه ای رو هم برای این متهم ردیف اول در نظر گرفته شده به عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی. خب البته اینها یک توضیحات مفصلی رو میطلبه که شاید در یک برنامه خبری این امکان وجود نداشته باشه، ولی حالا به جزئیاتش میپردازیم. این قتل شبه عمدی که شما گفتید یعنی چی؟ میشه یه مقداری توضیح بدید؟ قانونگذار میگه اگر فردی قصد ارتکاب عملی رو داشته باشه ولی قصد نتیجه رو نداشته باشه، این فرد و قصد یک جنایتی رو نداشته باشه، این فرد به عنوان متهم قتل غیر عمد یا شبه عمد تلقی میشه. دقیقا مثل کسی که رانندگی میکنه، کسی که رانندگی میکنه یا طبیبی که داره طبابت میکنه و جراحی میکنه، اگر منتهی به فوت شد، آیا برای این فرد طبیب یا برای این فرد راننده ما میتونیم بگیم که آقا شما اگر مرتکب قتل شدی پس قتلت عمده؟ میگه نه، من در این که این فعل عمل جراحی رو داشتم مرتکب میشدم یا این که من رانندگی میخواستم بکنم قصد نتیجه رو نداشتم. این فردی که پشت این سامانه موشکی نشسته قصد تیراندازی داشته ولی قصد کشتن نداشته، دقیقا مثل همین یک فرد راننده. ولی این که میگن مجازات تناسب نداشته، من یه مثال بزنم چون که بخوایم خیلی بحثای تخصصی قانونی بکنیم از حوصله برنامه شاید خارج باشه. اگر شما در نظر بگیرید یه اتوبانی رو، یه خیابونی رو، یک فردی به عنوان راننده یک اتوبوس در اثر به هر حال سهل‌انگاری مرتکب قتل غیر عمد کلیه سرنشینان میشه، ما حد اکثر مجازاتی که میتونیم برای این فرد در نظر بگیریم 3 سال حبسه. حالا همزمان اون بر خیابون اگر یک کسی یک نفر رو با چاقو بکشه، ما اون رو میتونیم به قصاص محکوم کنیم، به اعدام محکوم کنیم، و حالا که اون یه نفر رو کشته، اینجا شاید 40 نفر کشته شده باشن. آیا میشه بگیم چرا این مجازات داده شده به این فردی که راننده است؟ میگه نه، چون این فرد مرتکب قتل شبه عمد شده ولی اون فرد مرتکب قتل عمد شده.
این کاربری که پشت این سامانه نشسته هدفش ایجاد امنیت بوده. این هدف رو که وقتی مشاهده میکنه موشک کروز میبینه، با هدف تأمین امنیت این اقدام انجام میده. در بعضی از همین رسانه ها و متخاصم بیان شده بود که اخیراً حالا مخصوصا این اختشاشات و اینها، یک کسایی که اقدام علیه امنیت کردن مثلا یک نفر رو کشتن یا یک خیابونی رو بستن. چرا؟ از اون قیاس هایی بود که مطرح میشود. چرا؟ ببینید این فرد با هدف تأمین امنیت این اقدام رو انجام داده. حالا در اینکه این تشخیص رو به اشتباه داده و این مرتکب این خطا شده، بله باید مجازات بشه، ولی هدفش تأمین امنیت بوده. ولی اون کسی که رفت داخل خیابون هدفش برهم زدن امنیت بود. اینها نباید با هم دیگه مقایسه بشه. مجازات اون یک چیزه، مجازات این یک چیز دیگه است. درسته. بسیار خب، حالا ارتباطمون ادامه گفتگو رو خدمت شما خواهیم بود. ارتباطمون برقرار با خانم مجیده ملایی از خانواده شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی. خانم ملایی سلام، وقت بخیر، صحبت شما قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و مهمانانی که در برنامه تشریف دارن، همچنین خدمت خانواده های داغدار پرواز اوکراین، و تسلیت هم عرض میکنم به همه این خانواده ها. طاعات و عبادات همگی هم انشالله مورد قبول باشه و با آبروی این ما خداوند انشالله یک صبری به خانواده ها بده، مخصوصا بعد از اینکه این حکم رو اعلام کردن و شاید داغ ما تازه شده و خلاصه. بله. تقاضا داریم که همه دعامون کنن انشالله خداوند به ما صبر عنایت فرمایه. درود بر شما خانم ملایی، نظرتون رو بفرمایید در ارتباط با حکم صادره. واقعیت من حکم رو تا الان که قبل از اینکه بیام اینجا خدمتتون ندیدم، حکم رو به ما ابلاغ نشده، اما از صدا و سیما دیشب دیدم خوندن. حالا این سوال رو دارم از کارشناس برنامه که آیا این صدا و سیما که خوندن همین ابلاغ حکم برای ما هست یا باید حکمی رو بدن؟ در همین حد هست که من نظرمو بدم، این رو پاسخ بدن ممنون میشم. برای خانواده‌های دیگه هم بررسی کردن، تعدادی رو که ارتباط داشتم برای هیچ کدوم تا الان حکمی نرفته. حالا با توجه به اون جزئیاتی که از رسانه ها مطلع شدید، نظرتون رو بفرمایید. بله، در مجموع من خدمتتون عرض کنم که روند رسیدگی به این پرونده رو از دو جنبه نگاه بهش میکنیم ما. یکی این که بررسی عمل کرده دادگاه و دادسرا که روند خاصی رو داشتن برای رسیدگی به این پرونده، و بحث بعدی در خصوص فضای رسانه‌ای که ایجاد شده. متاسفانه برخی از افراد رسانه‌ای جنبه مسمومی رو به وجود آوردن که بازی میتونه دو جنبه داشته باشه. یکی این که واقعا به خاطر ضعف عمل کرده مسئولین ما که شاهدش هستیم در بعضی از موارد، و میتونه جنبه دیگرش هم این باشه که تعدادی خلاصه بحث اینو دارن که از این فضا استفاده کنن برای ضربه زدن به انقلاب، نظام و اسلام، که من خط قرمز ما، من اعلام میکنم همینجا، بحث نظام هست، بحث قانون هست و تمام عرایزی هم که انشالله در ادامه صحبتم اگر وقتی باشه خدمتون باشم بر این اساس هست. اعتقاد به نظام داریم و در دادگاه جمهوری اسلامی و طبق قانون جمهوری اسلامی شکایت کردیم. تعدادی از خانواده‌ام بر همین روال پیش رفتن و صحبتی که اگه بنده در ادامه برنامه‌ها و برنامه‌تون دارم اعتراض به برخورد و روند رسیدگی به این دادگاه هست. اما در خصوص قانون، الحمدلله قانون جمهوری اسلامی هم مقید هستیم و هم قبول داریم و حاضر نیستیم که کوچکترین ضربه‌ای به نظام جمهوری اسلامی بخوره. اما افرادی که کوتاهی میکنن در این زمینه، میخوام مجددانه که مسئولین که صدای ما رو میشنون اینجا، 3 سال ما گفتیم، باز هم میگم، میخوام رسیدگی بکنن مردم رو. واقعا من توی این راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس اشک ریختم، توی این راهپیمایی شرکت کردم. مردم ما خیلی بصیرت دارن، جلوتر از مسئولین ما هستن. خواهشم این که مسئولین دقت کنن، برسن جواب واضح و درستی بدن. آقای محترم، آقای افتخاری، تا
توضیحاتی رو دارن میدن توی این روند چیز، یک گوشه کار رو گرفتن یه توضیح مختصر. من نمیدونم خود ایشون چقدر در جریان این روند پرونده و شکایت هایی که خانواده ها کردن در این زمینه، اینا من عذر میخوام صحبتم تمام بشه، آیا شکایتی که خانواده ها کردن به تمام ابعادش به همین شکل ریز توجه شده یا نه؟ شاید من بگم 10-15 مورد شکایت اساسی تو این پرونده هست، اما بله یه گوشه رو اومدن ضعیف بهش رسیدگی کردن که خانواده ها اعتراض دارن و قبول ندارن. و من خواهشم اینه که مسئولین عزیز، مسئولین محترم، به خاطر نظام، به خاطر حفظ خون شهدا دقیق به ما جواب بدن که ما در جریان قرار بگیریم. حتما همینطوره. خانم مولایی شما روی خط ارتباطی ما بمونید، البته الان آقای افتخاری اگر نکته‌ای باشه در ارتباط با فرمایشات شما حتما توضیح میدن، اما روی خط ارتباطی ما باشید. ما سوالات زیادی داریم از آقای افتخاری. وقتی پاسخ ایشون رو شنیدید ما در پایان جمع‌بندی و نظر شما رو دریافت خواهیم کرد. نکته‌ای دارید در ارتباط با فرمایش ایشون؟ خب بنده عرض تسلیت دارم مجدداً به همه خانواده‌های عزیز. واقعش این که حدود 3 سال از این واقعه می‌گذره. همونطوری که مقام معظم رهبری پدر محبوب معنوی مسلمین جهان فرمودن و تعبیر خیلی دقیق و ظریفی داشتن که این مصیبت رو مصیبت سنگینی دونستن که سالهای سال دل همه مردم مملو و از احساسات و عواطفی که داشتن این دل مردم رو به درد خواهد آورد. واقعش اینه که همه همکاران قضایی ما در سازمان نیروهای مسلح حتی اکثر تلاش خودشون رو کردن در چارچوب قوانین و مقررات برای تسلا، دلجویی و همدردی با مردم به حال رسیدگی رو بدون هیچ گونه چشم‌پوشی، بدون هیچ گونه اغمازی، هر کس در هر مقام و مرتبه و جایگاهی که بود برای توضیح، برای اخذ بر حال اظهارات. نکته‌ای که خانم مولایی فرمودن، تمام شکایت‌ها رو بررسی کردید؟ تمام شکایت‌هایی که از خانواده‌ها دریافت کردیم؟ ببینید ما جلسات متعددی رو تشکیل دادیم، همونطوری که شما فرمودید 20 جلسه دادگاه تشکیل دادیم. در بعضی از این جلسات دادگاه بعضی از شکات 1 ساعت اظهارات خودشون رو بیان کردن، وکلاشون بیان کردن. ما نسبت به بخش عمده از پرونده رسیدگی کردیم، ولی نسبت به بخش دیگه پرونده مفتوحه برای تکمیل تحقیقات. بناست که برگرده و به دادستانی نظامی و این تحقیقات در اونجا تکمیل بشه. چه بخش امکانش هست که الان بفرمایید که چه بخش هایی مونده؟ ما یک عده مقصر داریم غیر از افراد نظامی هستن، کسانی که در اون روز حادثه صحنه سقوط رو به هم زدن، افرادی که مصاحبه های متعدد کردن و ذهن مردم ما رو و خانواده های داغدار ما رو مشوش کردن، اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. و همچنین بعضی از اتهاماتی که نسبت به بعضی از فرماندهان هست، اینها هم رسیدگی خواهد شد. پس هنوز پرونده مفتوحه؟ بله. بسیار خب. در خصوص حالا مبنای حقوقی احکام هم گفتید که نهایت، یعنی اون به هر حال اون حد اکثر حکم صادر شده. بله. برای مقصر این حادثه همینطوری که میفرمایید. خب ماده 37 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای متهم ردیف اول در مورد اون لغو دستور 10 سال حبس رو در نظر گرفته. در مورد سایر متهمین هم ما هیچ گونه تخفیفی ندادیم، مجازات تکمیلی هم به این متهمین داده شده. یعنی اون چیزی که به عنوان اتهام بوده، مجازاتی که براش در نظر گرفتیم در چارچوب قوانین حد اکثر بوده بدون هیچ گونه تخفیفی. شاید یه سوالی که الان روی این پرونده خیلی ذهن رو درگیر میکنه، واقعا چه اتفاقی افتاد که فرمانده سامانه پدافند هوایی ترکیب چنین اشتباه، حالا اسمشو بذاریم فاحش، و تصمیم میگیره به شلیک موشک؟ این توی بررسی های شما به چه نتیجه رسیدید؟ خب خطاهای متعددی در این برحال فرایند وجود داشته، ولی اون چیزی که به صورت کلی در تحقیقات ما بهش رسیدیم این که شبکه یک پارچه پدافندی هوایی کشور هیچ گونه نقصی نداشته.
در حد اکثر آمادگی و با رعایت همه اون استانداردهای بین المللی بوده. پس ما از لحاظ سیستماتیک مواجه با خطا نبودیم، نقص نبودیم. اون چیزی که به هر حال هیئت قضایی ما مخصوصا در دادستانی نظامی بهش رسید، این که عامل وقوع یک عامل انسانی بوده که دچار خطا شده. این خطاش چی بوده؟ خطای در تشخیص. ببینید این لازمه که ما در توضیحه، این سامانه موشکی اموان یک سامانه متحرکیه که با هدف این که به محض این که موشکی رو، موشک کروزی رو در هوا دید شلیک کنه به سمتش، ولی این یه مقدماتی داره. خب کاربریش عرض کردی مثل یه تفنگ میمونه که چطور شما تفنگ رو مسلح میکنید و شلیک میکنید. در اینجا اون چیزی که به عنوان اولین خطای این متهم ردیف اول بوده، در جابجایی که این سامانه داشته به خاطر اینکه شناسایی نشه، در یک جا درجه این سامانه رو به اون شکلی که جهت درست رو تنظیم کنه نکرده. این اولین خطایش بود. خب دومی خطایش چی بوده؟ به محضی که این حالا هدف رو مشاهده میکنه، کاربری و قابلیت این سامانه این بوده که شناسایی و کشف بوده، ولی این که این چیست؟ آیا این هدف، آیا همونی که ایشون دیده است؟ باید اینو استعلام میکرده، از یک مرکز فرماندهی دیگری باید این استعلام انجام میداده. در دفاعیات خودش میگه که آقا من خواستم این کارو بکنم ولی ارتباط قطع بود، این تایید نشده. ایشون به محض اینکه این هدف رو میبینه، تشخیص به تشخیص خودش عمل میکنه و این تشخیص نادرست بوده. این نشانه و این هدف در یک ارتفاع پایین بوده، دقیقا شبیه یک کروز دیده شده و این شلیک رو انجام میده. پس این خطا یک خطای فردیه، یک خطای انسانیه که ایشون مرتکب شده. یک خطای انسانیه و اون هماهنگ لازم هم انجام نداده. بسیار خب خانم ملایی، تا اینجای صحبت‌های آقای افتخاری اگر نکته‌ای دارید بفرمید. بله، من عذرخواهی میکنم امشب که اومدم اینجا خدمتون خیلی حالم بد بود. ما از دیشب این خبر رو شنیدیم، همه خانواده ها به هم ریختن. من تنها چیزی که احساس تکلیف کردم بیام و نیت کردم شهدا کمکم کنم، بتونم شاید حرف بعضی از خانواده ها رو اینجا منتقل کنم. جناب آقای افتخاری دارن توضیح میدن، حرفی نیست، یه جزئیاتی رو ورود پیدا کردن که ما توی نیم ساعت برنامه اگه بخوایم اینجوری بخوایم برسیم به همون یه قسمتی که اپراتور بعضی توضیحات رو داده نمی‌رسیم. من خواهشم اینه که سوالایی که هست اینا رو جواب بدن، چون بفرمایید اگر سوالی دارید بفرمایید. بله، من ایشون اشاره فرمودن مثلا ما مقصر رو در روز حادثه رو هنوز می‌خوایم بررسی کنیم، نمی‌دونم صحنه سقوط رو به هم زدن چیکار کردن. خیلی از این موارد به هم وصله، به قول معروف 10-15 مورد شکایت رو یک مورد جزئیش رو از نظر خانواده که این بحث اپراتور هست اومدن بررسی کردن. قبل از این من آیه ارتقای توضیح شما بفرمایید این که چرا پروازا رو لغو نکردن با توجه به اینکه آسمان 100% وضعیت کشور 3-3 بود و باید آسمان کلیر میشد، چرا این پرواز رو لغو نکردن در حالی که شما خیلی از کشورهای دیگه پروازاشون رو از ساعت 12 اعلام کردن که خانم ملایی ما هنوز این سوالات رو جز سوالاتمون داریم و میخواییم از آقای افتخاری بپرسیم. نه ببخشید، چون وقت محدوده اگر... من خواه... نه من وقت محدوده آقای افتخاری به جزئیات من خواهشم بخوام نه ما هنوز خیلی سوال مونده که شما... از آقای افتخاری بپرسیم. اصلا ما از من میخوام بگم خیلی جزئی، یعنی چون مسائل جزئی و پیش پا افتاده رو دارن توضیح میدن. نه نه، من سوالای اصلی رو توضیح بدم. نباشید، ما سوالاتمون رو مطرح می‌کنیم. شما چند میکنید. شما سه سال ما الان حرف داریم برای گفتن. آقای امینیان محترم، من حرفی نیست. شما الان این فرمای مقصران حادثه رو دیگه کی میخوان بررسی کنن؟ اتفاق توی مثلا صحنه و نمیدونم این همین آسمان کلیر نکردن و یا میگم 15-16 تا سوال هست من خدمتتون بگم این نه. موارد رو من خواهشم تو اینا توضیح بدن، یه افکار عمومی رو اینسا باز کنن. من به عنوان شاکی، به عنوان خانواده الان سوالم اینه آقای محترم، من که به قانون
پایبندم، قبول دارم مجدد میگم قانونو، نمیخوام کلمه حرف بزنم دیگران بخوان سوء استفاده بکنن از این قضیه. من وایستادم تو جمهوری اسلامی پای همه چیزش وایستادم. خواهشم اینه که شما بگید کی مقصر بود تو این حادثه، چرا پرواز کلیر نکردن؟ اگر شما بعضی از مسئولین رو منع تعقیب دادید چرا؟ اینو توضیح برام بدید. من طبق قانون شما بگید ماده، من که قانوندان کارشناس نیستم، حقوقدان نیستم، بله. شما بفرمایید طبق چه قانونی، چه اصلی، چه ماده‌ای منع تعقیب زدید برای بعضی از مسئولین؟ سوال خانواده ها اینه، این مسئولین اگه طبق قانون بفرمایید کی بودن؟ من نوعی نمیدونم. شما همه میگن این اپراتور که پایین ترین رده بوده، شما اومدید محاکمش کردید تو 20 جلسه. 20 جلسه ما داشتیم، توضیح دادیم، اینا همه درست جای خود، اما شما توضیح اصلی رو بیاید بدید. الان این اپراتور ما کار نداره، مسئولینی که منع تعقیب شدن شما این رو حتما باز کنید. من میگم کیان و چرا؟ چرا منع تعقیب شدن؟ مگه فرق تو جمهوری اسلامی قانونه؟ من یقین دارم، یعنی طبق قانون این اجازه رو شما نمیدن. دارید به ما بگید، من حرفی ندارم. خانواده حرفی شما بگید، طبق این قانون ما اینا رو منع تعقیب کردیم. اولین ابلاغیه‌ای که در سال اول برای خانواده ها شد، یعنی بعد از یک سال یک ابلاغیه شد، تو اون نوشته بودن که شما یه تعداد از مسئولین منع تعقیب شدن. بعضی از مواردش که ما شکایت کردیم در این پرونده، این شکایت‌های ما رو نوشتن مربوط به دادسرای نظامی نمیباشد. من الان کجا برم شکایتامو پیگیری کنم؟ مربوط الان دادگاه اتفاقا اینو اعلام کردن که بعضی از موارد، مثلا تو این صحنه وسایل تمام این مسافرین پرواز رو دزدیدن، بردن، غارت کردن. شما الان بفرمایید این کی مسئول بوده؟ و در همین دادگاه طرف اومده به عنوان مسئول سوانح، نه به عنوان مجرم، اومده اونجا میگه که من از نیروی انتظامی خواستم که بیان اونجا رو کمک کنن، ببندیم، مسدود کنیم که به حساب تعرضی نشه به این وسایل، اما گفتن ما نیرو نداریم. چون نیرو نداشتم، منم مجبور شدم تا 4 بعد از ظهر اونجا رو جمع کردم. خب این حرف قانع کننده ای نیست. با چه اجازه این صحنه جرم به هم خورده؟ شما اینو توضیح برام بدید. ما طبق قانون این ماده اینو میگه، تبرئه کردیم، توضیح منع تعقیب کردیم، مجرم دستگیر نکردیم. توضیحات آقای افتخاری رو بشنویم. بله. بله، تا حاشیه‌ها رو کم کنیم که این اصلی‌ها پرداخته بشه، تو این وقت ما بتونیم به نتیجه‌ای بگیریم. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که ما در مورد اون سوال اولی که ایشون داشتن که آیا این دادنامه به ما ابلاغ خواهد شد یا نه، ما به همه شکات و کسانی که تا آخرین روز دادگاه انصراف ندادن و شکایتشون ادامه داشتش، همه ابلاغ خواهیم کرد رأی و دادنامه رو. در مورد ابهامی که برای سرکار خانم هست، ببینید ما افراد متعددی از مقامات و فرماندهان رو در پروسه رسیدگی بر اساس شکایت، بر اساس دلایل مستندات احضار کردیم و به هر حال این رابطه علیت، این به هر حال تسبیب و اینکه آیا اینها مرتکب قصور شدن، تقصیر شدن یا نه، توسط مقامات قضایی رسیدگی شده. در وقوع این حادثه افرادی که دخیل بودن نهایتاً همین 10 نفری بوده که امروز اعلام شده. افراد دیگه اگر معنی تعقیب خوردن، چون تقصیری براشون متصور نبوده. آیا تحقیق شده ازشون؟ بله. دادستانی نظامی 1.5 سال روی پرونده تحقیقات کرد، پرونده رو فرستاد دادگاه. دادگاه نسبت به بعضی از این افرادی که اشاره کردن ایراد گرفت، مجددا پرونده رو برگردون، گفت احضار بشن، دلایل بهشون تفهیم بشه. مجددا این کار شد، ولی خب دلایل قانع کننده ای نسبت به این افراد نبود، منع تعقیب صادر شد. پس ببینید ما اگر مدعی هستیم که یک افرادی بودن، خب اینو باید کی رسیدگی بکنه؟ مقامات قضایی. مقامات قضایی به این رسیدگی کردن، به این 10 نفر رسیدن. حالا در مورد بقیه افراد، در مورد همین که می‌فرمایند صحنه جرم به هم خورده، اموالی سرقت شده، چون این افراد نظامی نیستن، مرجع سازمان قضایی، مرجع صالح نیست، اینها باید در مراجع عمومی رسیدگی بشه که پرونده نسبت به اونها مفتوحه و اقدام قضایی انجام خواهد شد. یه چند تا سوال مهم الان اینجا وجود داره که من قصد داشتم سوال کنم. خب 2 موردش هم تو صحبت‌های خانم ملایی بودش. اصلا چرا 2 تا موشک به سمت هواپیما شلیک شد؟ چون خیلی حالا اعتقاد داشتن اون موشک دوم دلیل این اتفاق و حالا اون صحنه دلخراش بوده.
رو بحث موشک دوم خیلی سوال مطرح شد. چرا؟ ببینید بعد از اینکه موشک اول شلیک میشه کاربر میبینه که این حالا هدفی که بهش موشک اصابت کرده در حالت پیشرونده است، ساقط نشده. به زعم خودش این یک موشک کافی نبوده برای سقوط این. با حال اینکه به محضی که این میخوره به هواپیما تقریبا موتور و برهم تجهیزات اولیه‌ای که حالا به عنوان جعبه سیاه اینا از کار تقریبا افتاده بوده، یعنی یک اصابت مؤثر بوده. بعد از اینکه این اتفاق میفته چون ایشون این تلقی رو داشته موشک دوم رو شلیک میکنه. ما در داده های خودمون به این نتیجه نرسیدیم که این موشک دوم اصابت کرده، چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشه این رو در خود سامانه موشکی اعلام میکنه که ما به این پیغام رو نداشتیم. این یک. دو، جعبه سیاه ما هم که بازخوانی که شده باز هم تایید این موشک رو نداریم. پس داده های ما اقناع کننده برای اصابت موش به این هواپیما این پاسخ شماست. ما چون همکاران توی پخش به ما اعلام کردن که 3 دقیقه بیشتر تونستن به ما زمان بدن، ما تا 33 زمان داریم، حالا اگر به ما زمان دادن که ادامه میدیم. یه نکته دیگه هم که خانم ملایی پرسیدن، مسئولیت کلیه شدن آسمان تو اون شب خاص با چه کسی بود و چرا انجام نشد؟ ببینید به هر حال کلیر شدن یک شرایط خاصی داره. فضای یک کشور اگر بخواد قرمز باشه مراجع مرتبط با این موضوع باید اظهار نظر کنند. اون شب به این نتیجه نرسیدن که این وضعیت قرمز وجود داشته و باید این اقدام رو انجام میدادن. شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور مسئول این کار بوده. به هر حال اونها اطلاعاتی، یه داده‌های، یه اخباری داشتن که درجه و تحقیقات شما صحبتی اونها رو تایید کرد؟ بله، یعنی ضرورتی نداشته این کار اتفاق بیفته. اگر این فرد دقت میکرد، این فرد مسامحه نمیکرد، ما به هر حال سامانه های موشکی متعددی اون شب فعال بودن، اونا مرتکب این اشتباه نشدن. ببخشید چون زمان نداریم خیلی سریع سوال میکنم. من یک نکته رو بگم خدمت شما، عنوان این که ما هیچ وقت دنبال کتمان حقیقت نبودیم، ما دنبال کشف حقیقت بودیم. برای این کار، برای این هدف، به محض اینکه این اتفاق رخ داد در همین اولین روزها و شاید روز دوم بوده، هیئت اوکراینی که تیم 42 نفره ای بودن تقاضا میکنن که آقا ما میخوایم بیایم از نزدیک همه چیزو ببینیم. نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه مانعی اجازه ورود اینها رو میده و این تیم میاد از بدنه هواپیما نمونه برداری میکنن میبرن. اگر واقعا ما قصد ما این بوده که بخوایم کتمان حقیقت کنیم قاعدتا باید اجازه نمیدادیم. بسیار خب، یه سوال آقای، چون ما فکر میکنم یک دقیقه و نیم دیگه زمان داریم، آیا اون راداری که بوده توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک نداشته؟ خب من جزء سوالاتی بود که مطرح بود. من چون می‌خواستم پروسه فقط تحقیقات... ممنون میشم خیلی سریع جواب بدین که تحقیقات رو من کامل‌تر خدمت فرصت نداشتید. اول به هر حال مصاحبه من فرمودید وقت خیلی کمه. سوال شما چی بود؟ اینکه آیا اون رادار توانایی تشخیص هواپیمای مسافربری رو از موشک داشته یا خیر؟ این رادار همونطور که عرض کردم فقط و فقط برای کشف و شناسایی بوده. ما شبیه سازی کردیم. در شبیه سازی ما که تمام این جزئیات در اون شبیه سازی بود، دقیقاً خودمون و قاضی پرونده دید که امکان این که این تشخیص داده بشه وجود نداشت و تمیز اینکه آیا این هواپیما هست یا موشک برای کاربر در شب این امکان وجود نداره. اصلا رادار قابل برای رادار قابل تشخیص بوده نه کاربر. بله. بسیار خب خانم ملایی، ما در حد 30 ثانیه صحبت پایانی شما رو بشنویم. این دو دقیقه 3 دقیقه در واقع به ما پخش محبت کردن، زمان دادن که جمله پایانی شما رو هم بشنویم. بله. بفرمایید، فقط در حد 30 ثانیه لطفاً. بله.
بله، حالا من از اول گفتم وقت کمه، من جواب سوالامو نگرفتم. آقا فرمودن که یک سری افراد بودن، ما براشون دادگاه گرفتیم و چیزی نبوده تبرئه شدن. چه اشکال داره خانواده ها بدونن کی بودن و تبرئه شدن؟ طبق کدوم قانون چه افرادی بودن، چه دادگاهی، اصلا دادگاهی گرفته شده نشده، کی، کجا؟ هیچ اطلاعی من شاکی ندارم. و در طول این 3 سال شما مسئول قضایی پرونده صحبتی کردن، گفتن که ما با دقت بررسی کردیم، در حالی که دقت رو ما ندیدیم. در 2 مرحله دادگاه که تشکیل شد، کارشناسی ها بسیار ناقص بود که خود دادگاه هم این رو قبول داشت و الان هم به صورت ناقص به بخش جزئی از این پرونده رسیدگی شده. من خواهشم اینه که اگه سر صحبت باز شده، و تشکرم میکنم، ممنونم هستم که الحمدلله در جمهوری اسلامی این باب باز هست که ما بتونیم حرف بزنیم. این حرفا در همین صدا و سیما، در همین برنامه ادامه داشته باشه که ما جواب بگیریم. و پرواز چرا لغو نشد؟ عذرخواهی میکنم، این جواب به ما ندادن. کی مسئولش بود؟ در اون شب من دغدغه داشتم، من خانواده، پرواز لغو نکردن. اگر شورای امنیت ملیه، اگر مسئولین وقتن، اگر اون مسئولی که میگه من خوابیدم شب متوجه نشدم، مثل شما صبح شنبه متوجه شدم که 200 نفر آدمو کشتن در اون زمان، اینا رو جواب بدید. ببین، من خواهش میکنم، من خواهش میکنم صدا و سیما در جمهوری اسلامی و بقیه مسئولین، عمل کرده ما به نفع نظام باشه، در بله حتما همینطوره خانم نظام باشه. من عذرخواهی میکنم، شجاعت داشته باشید، مجبورم کلام شما رو قطع کنم. عذرخواهی میکنم چون زمان برنامه تموم شده و برنامه به اتمام رسید. دوست داشتین بیشتر در خدمتون باشیم. البته آقای افتخاری گفتن هنوز پرونده مفتوحه، به هر حال این اطلاعات حتما به اطلاع خانواده ها خواهد رسید. ما هم تا اونجایی که مقتضیات برنامه بهمون اجازه بده، زمان بهمون اجازه بده، این مسائل و سایر مسائل مشابه رو انشالله پیگیری خواهیم کرد. تشکر میکنیم از شما آقای افتخاری بابت حضور و توضیحات شما، همچنین خانم ملایی، و تشکر ویژه داریم از همراهی شما با گفتگوی ویژه.